در حالی که های درختان رسیدن بهار را نوید میدهد ایرانیان مقیم ایتالیا نیز مانند دیگر هموطنان در ایران و دیگر کشورهای جهان در آستانه سال در تکاپوی خرید نوروزی به ویژه شیرینی ایرانی و لوازم سفره هفت سین هستند خب شما برای چی خریدیم؟ سلام اومدیم یه مقدار شیرینی ایرانی بخریم در ضمن همسر من یه لیستی هم تهیه کرده بود برای سفره همسین یه سری چیزا کم بود که اینجا مثل سنبل و سمنو و سنجل که اینا رو حالا خریدیم که ببریم خونه ان شاءالله برای عید اما شیرینی های ایرانی مشتریان ایتالیایی هم داره بیا چون مولتی دولچی های ایرانی ببینید اسپشالمنت نوگوشی دوست ایرانیان در ایتالیا با برپایی سفره هفت سین در مدارس، منازل و مغازه خود به استقبال نوروز رفتند. من مثل هر سال سفره هفت سین را در مغازه خودم چیدم. جالب اینه، بستنی فروشی که از من بستنی میگیرن تعدادی از اونها این سفره هفت را دیدن و از من خواستند اگر امکان دارد این سفره هفت را در مغازه اونام بچینم براشون من بهشون گفتم چشم چرا نه تعدادی از فرفروشان ایرانی هم در روم با چیدن سفره هفت در ویترین مغازه خود توجه ایتالیایی های کنجکاو را به سوی این نماد سال نو جلب کردند. هر موقع سفره هفت سین نوروزی رو پشت ویترین این مغازه فرش فروشی می‌بینم متوجه میشم که سال نو ایرانی است. من نوروز رو به تمام ایرانیان تبریک میگم. ایرانیان در هر جای دنیا که باشند چیدن سفره هفت را به عنوان سنت زیبا و دیرپای ایرانی حفظ و به جهانیان معرفی می‌کنند. حمید معصومی نژاد خبرگزاری صدا و سیما رام